ندای درون. برنامه از دکتر فوجان زین. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون، برنامه از دکتر فوجان زین. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی هستم و خیلی خوشحالم که امروز مهمان بسیار بسیار عزیزی رو در کنارم دارم، خانم دکتر هما محمودی که ایشون اولین روانشناس ایرانی امریکا هستن و در حقیقت افتخار منه که هم دوستشون باشم، هم استاد من بودن، هم اینی که مکررن دعوت منو قبول میکنن و میان پیش من. ممنون از دعوتتون و سلام میکنم به شنوندگان عزیز و بینندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. مرسی از اینکه اینجا هستین. اینجا خوشبختانه چون رادیو تصویری هم شنونده و بیننده با هم شنونده. دوست من بودی قبل از اینی که صحبت بکنیم میخواستم به دوستان عزیز یادآوری بکنم که یه دونه DVD هست و 4 تا سریز آدیو سریز هستش. DVD که یک سمیناری بود راجع به اعتیاد که دکتر شمسیان، خود من و آقای مجید مولوی پور بودن و دکتر هولاکوی اتفاقا خیلی لطف کردن که ما اون سمینار رو برگزار کردیم. قرار بودن خودشون تشریف بیارن، مریض شدن. این سمینار رو ما تبدیل کردیم به DVD و به زبان فارسی هست برای چه کسانی که خودشون اعتیاد دارن، چه کسانی که خانوادهشون این بیماری اعتیاد رو دارن و میتونن که این DVD رو دریافت بکنن و بتونن که استفاده بکنن از اطلاعاتی که داری میده راجع به خود اون بیماری، آخرین اطلاعاتی که از دیدگاه های مختلف از medical model، psychological model، sociological model، systems model، habitual model، مدل های مختلف رو از اون دیدگاه بررسی شده. راجع به خود مواد مخدر و الکل صحبت شده و بعد طریقی که روی خانواده تاثیرگذار هست. این DVD روش هم نوشته My New Life، راجع به برنامه هستش که برنامه سرپایی 90 روزه هستش که داریم. این خبر خیلی خوش دارم. دیروز متوجه شدیم که ماها جزو top 10 best recovery house های لس آنجلس شناخته شدیم. چقدر عالی، چقدر هم لازمه تو این شهر لس آنجلس. حقیقتا مسئله اعتیاد چیزیست که من بین مریضای خودم میبینم که حقیقتا اگر این موضوع اعتیاد کنترل بشه زندگی خیلی از افراد مسئلهشون حل میشه در زندگی. و جالب اینجاست که شما میبینید جوان ها چقدر محتاج به این هستن و خانواده ها حقیقتا نمیدونن کجا برن و این DVD فکر کنم خیلی کمکشون میکنن، چون که میتونن در خلوت خودشون اینو قشنگ ببینند و راهنمایی بشن. 4 تا CD دیگه سلف هیپنوسیس هست. خیلی از کسانی که میمدن در دفتر من و با هم هیپنوسیس کار میکردیم اینا گفتن برای من CD کن، DVD کن ببرم و خب خیلی حالت آماتور به وجود میمد. در نتیجه چیزایی که اونها از من درخواست کردن و میدونم در همه خانواده ها به هر سال استفاده میشه، این به صورت 4 تا CD در اومده که این 4 تا CD یکیش به خاطر ریلکسیشن، کسایی که نمیتونن تحمل ندارن تمام روز دارن میدونن و لحظه هم که میشینن انقدر یه دفعه افکارشون میزنه که نمیتونن راحت بشن، این DVD برای اونا انتخاب شده. CD ببخشید، آدیو CD بعدیش برای کسی که نمیتونن بخوابن و احتیاج دارن، ریت کم خوابی و اینسامنیا خیلی خیلی بالا رفته و برای همه درست نیست که حتما دارو بخورن، کسانی که نمیتونن دارو بخورن یا نمیخوان دارو بخورن و این خیلی کمکشون میکنه که مغز رو میبره توی تتا ویو و بعد میبره توی گاما ویو و خیلی راحت اون شخص به خواب میره.
یه دیویدی هست برای رها شدن از احساساتشون، کسایی که احساسات بهشون غلبه میکنه و بعد حتی اعتیاد و چجوری بعد از اینکه اعتیاد رو رها میکنن اون احساسات غلبه میکنه. یکیش برای ریلیسینگ ایموشن، رها کردن از احساسات و کانکت کردن با بدن. این چهار تا هم گفتار منه که اونا رو سیستماتیک رو میبره توی فضای هیپنوسیس و ریلکسیشن. گفتار تلقینیه که به وجود میاد توی اون فضای هیپنوسیس، موزیک آرومیه که اون شخص رو آرامش میده و بعد یه تکنیک به خصوصی به اسم مانورو بیت که این مانورو بیت خیلی سریع اون شخص رو میبره توی ویو هایی که آرامش بهش میده درست قبل از خواب توی اون تتا ویو، که در حقیقت اون پیام رو سریع تر میگیرن و انگار ملکه وجودشون میشه. اینها هم براتون available هست. برای کسانی که مایل هستید که چه DVD راجع به اعتیاد چه آدیو CDs رو داشته باشید، روی صحنه تلویزیون ایمیل من، فیسبوک و تلفن من رو در اختیارتون گذاشتیم و میتونید که با ما در تماس باشید که اونها رو انتخاب بکنید. دوشنبه ها معمولا تاپیکی که انتخاب کردیم Human Sexuality، ارتباطات جنسی هست. یه تاپیکی که ما خجالت میکشیم، یه مقدار فرهنگمون کلن ساخته نشده برای اینکه راجع به این مسائل صحبت بکنیم، ولی خب این چیزی، این یکی قلم چیزی نیست که بگیم گهگداری آدم ها انجام میدن، گهگداری نمیدن. کسانی هستن که ممکنه که هیچ وقت تو زندگیشون براشون کارایی نداشته باشه، ولی چون تاپیکی که آدم خجالت میکشن راجبش حرف بزنن، تاپیکی که تصمیم گرفتیم دانش اشخاص رو راجب این مسئله بتونیم زیادتر بکنیم از دیدگاه‌های مختلف. یکی از مباحثی که به نظر من خیلی خیلی مطرح میشه پیام‌هایی که برای ما میاد که نگه دارنده یا باز دارنده یا جلو برنده است برای ارتباطات جنسی. یه دونه فیلم بود دیشب اتفاقا داشتم نگاه می‌کردم، مال وودی آلن که می‌دونیم اکثر فیلم‌ها چیزای سکسی داره. یه فیلم خیلی قدیمی که نوشته بود هر چی راجع به سکس می‌خوای بدونی من برات میگم، منم تو الان دیدین اینو. بعد یه قسمتش خیلی جالب بودش که تمام سیستم رو داشت نشون میداد که مغز داره کار میکنه، به بدن، قلب، همه اینا دارن با هم دیگه حرف میزنن که بتونن مثلا اون شخص بتونه بره و ارضا بشه. بعد یه قسمتی گفتن صبر کن این نمیتونه ارضا بشه وایسا. بعد گفتن چرا؟ بعد یه دفعه رفتن یک مرد رو آوردن که کشیش بود، گفتن این کشیشه رفته اونجا همینجور داره پریچ میکنه، احساس گناه داره میفرسته، شرم داره میفرسته، واسه همین کارو این وسط نگه داشته و ما نمیتونیم جلو بریم. بعد دیگه این کشیشه گفتن انداختنش بیرون و رو تونسته ارضا بشه. و غیر از حالا این مسئله اینقدر پیام های سنتی مذهبی از خانواده و و و و چه برای بهتر کردن ارتباطات جنسی چه برای بدتر کردنش در جامعه ما وجود داره که تأثیر خیلی خیلی به سزایی میذاره روی ارتباطات جنسی که کوپل ها با هم خواهند داشت. اگه امکان داشته باشه این مساجه به این صحبت کنم. خیلی جالبه که شما میگین ارتباطات جنسی. میدونی من 52 سال امریکا هستم. وقتی انقلاب شد من البته 12 سال بود اینجا، دکتر روانشناس بودم و یک سرتیفیکت سکس تراپی هم داشتم، یعنی رسماً سکس تراپی میکردم و با به انگلیسی با مریض رو صحبت میکردم، لکچر میدادم، همه این حرف ها. اولین مریض ایرانی که پلو من آمد یه آقای خانم آقای نسبتاً مسنی بودن که آقا اومده بود که خانم من با من همخوابی نمی کنه و خانم به خاطر همین بار فرهنگی مذهبی هر چی میخواییم بهش بگین، من اصلا زبانم بند اومده بود که چجوری من به فارسی با این آقا درباره سکس صحبت کنم. مثل اینکه به پدر من همیشه میگفتن که وقتی آدم به انگلیسی فوش میده فکر نمیکنه زیاد فوش بدیه، ولی وقتی به فارسی فوش میده میگه خیلی زشته. حالا منم به یک مرتبه دیدم که اون بار فرهنگی و زبانی که ما دختر نجیب این حرف رو نمیزنه اصلا یعنی چی، اصلا این لغات رو به دهن نباید بیاری، روی من چنان اثری گذاشته بود که به عنوان یه متخصص هم نمیتونستم درباره این مسائل جنسی صحبت کنم. خب خیلی از ما هم حداقل من و شما چون اینجا هم درسامون رو خوندیم و سن پایین اینجا بودیم، کلمات شاید حتی
درستش رو یا کتابیش رو یا اینها بله. هم به فارسی واقعا از نظر فرهنگی هم نمیدونیم و کلماتی رو که عادتا عامیانه استفاده شده خیلی به حالت در حالت لطیفه یا شوخی همین. یا فحاشی یا توهین استفاده شده و جالبه که چه مقدار زیادی این نوع مسائل در شوخی و توهین استفاده میشه. فقط هم همینطور بله. یعنی نوع دیگرش برای ما یاد نداده بودن. جالب اینجاست که در فرهنگ امریکا هم همینطور بود. یعنی درباره مسائل جنسی صحبت کردن یه پدیده جدیدیه و پدیده ایست که شاید با شروع قرص‌های ضد حاملگی شروع شد. یعنی برای اولین بار بود که زنها تونستن یه قدرتی داشته باشن رو بدن خودشون و بگن که ما از ترس حاملگی و اینکه حامله بشن خیلی ها نمیخواستن با شوهرشون همخوابی داشته باشن و به جلوگیری نمیتونستن زنها بکنن، همیشه دست مرد بود این کار. و بعد که یک کمی دیدن نه اونا میتونن قدرتی داشته باشن، یه مطلب سکشوالیتی و سکشوال رولوشنی که اتفاق افتاد تغییر بزرگی در رفتار زنها داد. و تغییری که اتفاق افتاد این بودش که زنها برای اولین بار دیدن که هم حق دارن و هم میتونن از روابط جنسی لذت ببرن. چون قدیم ببینید در همه فرهنگ ها، حالا مسیحی، یهودی، اسلام، هر چی که شما بگید، مرد لذت میبرد و زن فقط به قول معروف تمکین میکرد و این بودش که اصلا لذت زن زشت بود، بد بود، زن نجیبی نکارا رو نمیکرد. ولی بعد از یه کتابی در اومده بود به اسم Fear of Flying که یعنی که زنها هم حق دارن پرواز بکنن، زنها هم حق دارن که لذت جنسی ببرن، زنها هم حق دارن که ببینن که کدوم قسمت بدنشون بیشتر حساسه، کدوم قسمت بدنشون رو دوست دارن شوهرشون یا پارتنرشون دست بزنه که اینا لذت ببرن و باهاش بهش درباره این صحبت بکنن. و این اولین باری بود که حق به زن داده شده بود و البته با آزادی زنان، با نهضت فمینیست و با همه اینا این پیشرفت‌ها به وجود اومد. و خب مسترز اند جانسنز خیلی کمک به این کار کرد. ولی جالب اینجا بود که اولین سمینارهایی که میذاشتن اینا خیلی مثل رفته بودیم تو لابراتوار، کتای سفید میپوشیدن، همچین طبی صحبت میکردن که هیچ حالت لذت و سکشوالیتی نداشت. کنزی خیلی کمک کرد به این کار. راپورت کنزی خیلی جالبه. ولی کاری که مسترز اند جانسن کرد که خیلی جالب بود این بودش که گفت در روابط هوموسکشوالا نوبتیه، یعنی هر کدومشون پارتنرشون اجازه میدن که لذت ببره و ارضا بشه. و مسترز اند جانسن شروع کردن گفتن زن و مرد هم باید همدیگر رو ارضا بکنن و اگر که مرد زودتر ارضا میشه یا زن زودتر ارضا میشه باید این احترام و این همکاری رو داشته باشه که اجازه بده که پارتنرش هم ارضا بشه. و اولین بار بود که مردها دیگه نمی اومدن زودی به قول معروف کار خودشون رو بکنن و برن و به خانم ها این اجازه رو دادن و یعنی حالت یعنی احساسات زن رو در نظر گرفتن. و خب این خودش خیلی تحول بزرگی بود در یعنی در حقیقت یک زمانی هستش که میتونه یک شخص هر دو نفر تمرکزشون روی یک نفر باشه و بعد وقتی که اون انجام شد و به کامل شد ارضا شد بعد هر دو نفر هوش و حواس و تمرکزشون میاد روی یک نفر دیگه. ولی در ارتباطات هتروسکشوال بین زن و مرد زمانی هم هست که خب هر دو در کنار هم حواسشون هم به خودشون هم به اون شخص دیگه، ولی این فضای اضافی رو هم در کنارش به وجود آوردن. ولی خب اتفاقی که می افتاد این بودش که بیشتر مردها رو، یعنی خانومه هم مراقب مرده بود و آقا هم مراقب خودش بود و خانومه خیلی وقتا فراستریتد و ناراحت ارضا نشده مجبور بودش که این موضوع رو تحمل بکنه. و خب خیلی برای خیلی زنها همیشه می اومدن می گفتن که ما هیچ وقت لذت جنسی نبردیم و همیشه بعد از این مدتی به خودمون قبولوندیم که همینه. این چیزی که نیستش که من باید ازش لذت ببرم یا این که مثلا دو دفعه در تمام طول ازدواجم شوهرم منو ارضا کرده.
و خیلی چیز سختی بودش خیلی. اصلا از نظر سکشوالیتی زن و مرد خیلی با هم فرق دارن و تازه اینا رو ما میفهمیم. یه مقدار زیادی از پیام هایی که در ایران تو فضای سنتی بوده که باز امروزه خیلی جالبه که به نظر میاد که پیام ها عوض نشده، فقط یک لایه رویی رو در بر گرفته. حالا همه کار اون زیربنات انجام میدن، ولی پیام همونی که قراره باشه و سالیان سال بوده، پیام ادامه پیدا میکنه، اعمال تغییر پیدا میکنه، ولی پیام یکسان میمونه. مثلا یکی از پیام هایی که برای سنت ایرانی و کلن میدل ایست خیلی خیلی مهم بوده، پیام بکارت بوده و بکارت برای زن معمولا، نه فقط مرد. چون مردا خیلی موقع ها در یک سنی که میشد اونها رو عموشون، پدرشون، برادر بزرگشون، بچه های محلشون، یک جوری قرار بر این بودش که ببرن و به این آدم یاد بدن، یعنی اینیشیشن برش اصلا انجام میدادن، میرفتن یاد میدادن. حالا اگه یک خانه به خصوصی بود، کسی به خصوصی بود که این کار برشون انجام میداد، فرماله میبردنش. خیلی از کسان دیگه هم که ما در دفتر با هم صحبت میکنیم میبینیم که نان فرمالی، بدون اینی که کسی اطلاق بیفته، در اون سنین به هر صورت کسی بوده که اون تجربیات رو داشتن. با اون تجربیات مردها احساس شرم نمیکنن، احساس میکنن که حتما باید هم اینطوری بوده و وقتی که به سن بلوغ رسیدن باید این اتفاق میافتاده براشون، حتی اگر در ارتباطات کامل جنسی نمیرفتن. ولی یکی از پیام هایی که همیشه برای زنان ایرانی و کلا زنان میدل ایست بوده و اینجام بود ولی کاملا از بین رفته توی اون فضا، مسئله بکارت، سلبسی و ویرجینیتی، که به نظر میاد که با این سکشوال ریولوشنی که داره اتفاق میفته، درسته که پیام همینطور مونده، ولی خب عملا خیلی ها دیگه آنچنان عقیدهی به این جریان ندارن و خیلی از آقایون هم که باشون صحبت میکنی دوالتی دارن، که این دوالتی اینه که درسته که دلم میخواد که تنها کسی که دست داده باشه به همسر من خودم باشم، ولی از طرفی هم دیگه خسته شدم از این که یاد بدم و خیلی هم مهمه که اون شخصی که با من هست بلد شده باشه، خب بلد شده باشه از یک جای بعد بلد شده باشه. تجربه شما چیه با ایرانیانی که میبینین، با تجربه‌ای که دارین روی کلن اشخاصی که میان برای راجب این پیام ویرجینیتی، و بعد اگه ریسرچ هایی هستش که راجب این میدونیم از حد اقل زمین کن؟ ببینید، من چون که کارم تقریبا فقط لس آنجلسه و 42 سال اینجا کار کردم، در عرض همین 42 سال خیلی فرق میبینم تو جامعه ایرانی. یعنی فرقی که میبینم اینه که اول خیلی مهم بود که دخترها حتما باکره باشن، حتی چندین نفر از که پسرهایی که ازدواج کردن صبح پا شدن گفتن که بردنشون دخترها سیدر ساینا یا پیش گاینکولوژیستی دکتر زنانی که اینو معاینه کن، من فکر نمی کنم این دختر بوده و میخوام پسش بفرستم، و مثل کالایی که خریده باشن که سرشون کلا رفته نگاه میکردن. کلینیک هایی هم تو لس آنجلس گذاشته بودن برای دوباره دوختن پنیر کارت. یه کسی میگه باید زیپ بذارم که خیلی چیز زشتی بود حقیقتا، یعنی توهینی بود که به زن ها بودش. ولی ببینید، اتفاقی که افتاده اول از اون ازدواج ها دیرتر شده، یعنی دخترها دارن تحصیل میکنن، میخوان که دیگه تینیج مریج، متوجه شدیم که وقتی دخترها زیر 20 حتی 22 ازدواج میکنن هنوز بزرگ نشدن، انتخابشون درست نیست، خیلی وقتا احساس میکنن جوانی نکردن و این ازدواج ها منجر میشه به طلاق، و بنابراین خانوم ها دلشون میخواد که دیرتر، مثلا نزدیکتر به 30 ازدواج بکنن، و اونجاست که توقعات هم فرق کرده. یعنی که میدونن که تا 30 ساله اگر که دختری حقیقتا خیلی خودشو نگه داره و بخواد که ورژن بمونه، یه جورایی پسران نگاه میکنن که اگر تا حالا خودشو نگه داشته حتما یه مسائل مشکل جنسی داره و اصلا انقدر این دختر فرستریتده که پارتنر جنسی خوبی برای من نخواهد بود. و اونجاست که میبینید که هم بین دخترها هم بین پسرها الان یک مسیجی هستش و یه پیامی هست که نه، من دلم میخواد که پارتنرم
اگه که باکره نباشه اشکالی نداره، ولی دلم هم نمیخواد با خیلی بوده باشه و دلم هم میخواد بدونم که مثلا یه رابطه خیلی عمیق و طولانی بوده که بعد منجر به این شده که این دختر به کارچه از دست بده. و من فکر کنم که فرق بین casual sex که اینی که تو خیلی جاها، من اتفاقا با یه دانشجوی از دانشگاه استنفورد تابستون کار میکردم، میگفت خیلی بچه ها تو دانشگاه استنفورد قسمت روابط جنسی رو جزو همین کار سوشال خودشون میدونن، یعنی که شما بعد از اینکه با یه کسی دوست هستی، رفتین درس خوندین، حالا یه شب هم با هم دیگه خوابیدین، به نظرشون زیاد مهم نیستشین. و روابط جنسی توی معنای به خصوصی راجع به ارتباطات جنسی نمیگذارن اونجوری که در فرهنگ ما گذاشته میشه که مخصوص یک فرم رابطه به خصوص. ازدواج باید نامزد شده باشی، اقلا چندین ماه با هم رفته باشین. بعد دختر نگاه میکنه که یک کالای، یه چیز پربهاییه که داره به همسرش میده. و اصلا این موضوعی که این پرده بکارت شد، تبدیل شده بوده به یک کالایی که با پول میخریدن تقریبا، و یه جورایی این دیگر خوشبختانه داره از بین میره. و من خوشحالم میبینم که تو لس آنجلس این معنی رو دیگه زیاد به انتظار پسرها این نیستش که دختری که میگیرن باکره باشه، و معمولا هم میبینیم که نیستن. از طرفی هم برای خود دختر رو هم یک شرم به خصوصی به خاطر پیامی که کلن سنت بهشون میده، حتی وقتی که میخوان ارتباطات جنسی داشته باشن چه حالت کژوال و معمولی برشون داشته باشه، چه در رابطه عاطفی اتفاق افتاده باشه، باز میبینیم که با اینی که احساس نمیکنه کار بدی کرده، یعنی نظر خودش، از نظر بدن خودش، از تجربه‌ای که داشته، تجربه الزاماً منفی نداشته، با این حال وقتی که قراره که در جامعه راجبش صحبت بشه و یا اینی که با شخصی داره بیرون میره و قراره این رابطه یه مقدار عمیق‌تر بشه، دوباره اون احساسات شرم خودش رو شروع میکنه و بیرون آوردن وقتی قرار راجبه ارتباط قبلی صحبت بشه، یک حالت به خصوصی داره که کمتر اینو ما در زنان غربی هنوز میبینیم. یعنی اون پیام هنوز خیلی قویه، با اینکه میگم اعمال تغییر پیدا کرده. دو تا تحقیق بود که من یادمه که کماکان در کنار هم به وجود اومد. اونم اینه که یک سری از دانشجویان ایست کوست هم بودن، دقیقا یادم نیست کدوم دانشگاه، شما شاید یادتون بیاد، اینا شروع کردن یه گروهی مخصوصا به خاطر کریستیانیتی و از فضای کریستیانیتی اومدن که ما میخوایم سلبسی داشته باشیم. و این فرم اینه که برای یک سال اومدن تحقیقات رو شروع کردن و چه کسانی که هیچ وقت سکس نداشتن، چه کسانی که قبلا سکس داشتن ولی تصمیم گرفتن که برای یک سال ارتباطات جنسی نداشته باشن، و نگاه کردن به اینی که چه کمکی کردن نظر روانی به اونها. و دو تا مسئله رو براشون پیدا شد که خیلی جالب بود. یکی اینه که متوجه شدن که این نبودش که ارتباطات جنسی نداشتن، همه کار انجام میدادن غیر از دخول. یعنی ارتباطات جنسی به عناوین مختلف وجود داشت و خیلی هم کریتیو میشدن، کارهای بسیار بسیار عجیب غریب تری انجام میدادن. تنها کاری که انجام نمیدادن دخول بود در وجاینا، حتی ممکنه که اینو سکس هم داشتن. در نتیجه این براشون مشخص شدش که وقتی که به یک سنی میرسن و اقتضای بدنشون این هستش که ارتباطات جنسی داشته باشن، وقتی که به هر دلیلی مصنوعی، حالا چه به خاطر باورها، چه به خاطر شرایط، و مصنوعی این ارتباطات حذف میشه یا قرار میشه که انجام نده، و حتی اگه خود طرفم داره انتخاب میکنه که انجام نده، به هر صورت عواقبی براش داره و شرایطی رو به وجود آورده که ارتباط جنسی به وجود میاد، یک فرمش عوض میشه. بعد یک تحقیق دیگه بود که خیلی جالب بود که روی های سکولی ها انجام داده بودن و توی اون گروه های سکول و بعد دنبالشون کرده بودن تا کالج، و بعد از کوشنیرهایی که گرفته بودن از کالج استودنتس که برگشته بودن و نگاه کرده بودن که کی اولین ارتباطات جنسیشون رو داشتن، یکی از تحقیقات نشون داده بود که دخترها و پسرها هر کدوم
کسانی که یواش یواش از سن 15-16 سالگی که تقریبا 2-3 سال رد شده بود از سن بلوغشون در ارتباطات عاطفی و جنسی بودن، اینتلیجنس یعنی ایموشنال اینتلیجنسشون از نظر احساسی، از نظر طریقی که داشتن مسائل رو بررسی میکردن و زندگیشون رو میگردوندن بالاتر بود تا کسانی که نرفته بودن در رابطه های عاطفی و سکسی و مثلا یک دفعه در سن 20 چندین سال تازه شروع کرده بودن دوباره این نوع ارتباطات شده بودن. این خیلی موضوع مهمیه که شما گفتین، ولی وقت و زمانش خیلی مهمتره و یه جورایی هستش که گفتین رابطه احساسی. ببینین کسانی که اون رابطه احساسی رو میتونن ایجاد بکنن، من اتفاقا الان مثلا خیلی ها داریم که طلاق گرفتن، دو مرتبه میخوان وارد بازار دیتینگ بشن، دخترایی هستن که دارن دیت میکنن که ازدواج بکنن و باکرم نیستن ولی نمیدونن کی باید شروع بکنن که وارد رابطه سکسی بشن و اینکه رابطه عاطفی اول به وجود بیاد و نسبتاً هم عمیق بشه قبل از اینکه وارد رابطه جنسی بشن، ما همیشه دیدیم که مخصوصاً از طرف دخترها یک کمی مثل احتیاج به این فضا، به این وقت هستش که احساس بکنن که این رابطه رو که هنوز دخترها فکر میکنن که پسرها فقط سکس میخوان و اگر میخوان یا نمیخوان نمیدونم، ولی موضوع مهم اینه که وقتی که شما احساس بکنید که فقط اومده از شما استفاده کرده و رفته و فقط میخواد غرایز جنسی شد ساتیسفای بکنه، باعث میشه که احساس بدی بکنید. در صورتی که اگر که من همیشه میگم 3 ماه صبر بکنید ببینید که این رابطه از نظر احساسی، از نظر توجه، از نظر اینکه این پسر به شما چجوری توجه میکنه بدون اینکه سکس داشته باشین چطوره، و بعد وارد یه رابطه اگر دیدین که ادامه پیدا کرد، دوستش دارین، یعنی البته اون 3 ماه هیچ چیز ماجیکی روش نیست ولی اقلا یه فضایی رو ایجاد میکنه که بیشتر همدیگر رو بشناسن و یه موقعیتی هستش که حرف بزنن با هم دیگه. البته مرزوم این هم هستش که با هم دیگه زیاد ببینن، نه اینکه هفته یه بار یه ساعت توی یه رستورانی. و اون من میبینم این فضا مخصوصا برای زنها لازمه، چون که اصلا دید زن نسبت به سکس یه کمی فرق میکنه با مرد. و ما چیزی که اتفاقا خیلی جالبه، یه استادی جدیدی کردن در نورث وسترن یونیورسیتی تو شیکاگو که دیدن که زن و مرد چجوری تحریک میشن از نظر جنسی. مردها وقتی فیلمای سکسی بهشون نشون میدن، مردها فقط با دیدن زن تحریک میشن و اینکه زن لختی باشه، زن در حال سکشوالیتی باشه و این حرفا. زن ها جالبیش اینه که هم با دیدن زن و هم با دیدن مرد تحریک میشن و این استادی خیلی جدیدیه و حرفشون اینه که اصلا زن چون که قسمت فقط عمل سکس رو دوست نداره، عمل با هم بودن رو دوست داره. ما همیشه میگفتیم که خانوم ها وقتی که لباس میپوشن خودشون رو درست میکنن برای زنهای دیگه میکنن، نه برای مردها. و حقیقتاً چون که ما اجتماعی تر هستیم، ما رابطه رو بیشتر دوست داریم و اونجاست که زن اول دلش بخواد یه رابطه با مرد داشته باشه، زن دلش بخواد که رابطه داشته باشه و یه احساس بکنه که قبول، دوستش دارن، همفکریش رو دوست دارن، یه حالت اینه که اون احساساتش برای هم دیگه دلشون برای هم میتپه قبل از این که یعنی از نظر جنسی هم اراوز بشه و بتونه ساتیسفای بشه. و بزرگترین توهین برای خیلی خانوما مخصوصا تو ازدواجای سنتی اینه که میاد آقا میاد کارشو میکنه میره، پای منو مثل لولای درواز میکنه و کارشو میکنه میره. میدونی یعنی حقیقتا این بیچاره ها سالها بهشون توهین شده، بهشون به احترامی شده
و اونجاست که من فکر کنم که در روابط مدرن خیلی مهمه که ما به عنوان زن و مردها هم این حالت زن رو که احتیاج به این کانکشن داره رو خیلی مراقبش باشن و بدونن که ما زنا یه جور دیدین که یه مغزی رو کشیدن که مال زن نمیدونم کار خونه است، خرید کارشه، نمیدونم کتابی که میخونه، مادرشه، همه ایناست، تیکای مختلفشه، مال مد سکس 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 سکسه. و وقتی که شما این کارتون رو میبینیم، کارتون البته، ولی یه مقداری هم درسته که زن دلش میخواد اون رابطه رو داشته باشه، دلش میخواد قبول شده، دلش میخواد دوستش داشته باشن، دلش میخواد بگه شامت خوب بود، دلش میخواد که از یه جورای دیگه ای این رابطه تامین بشه و بعد وارد سکشوالیتی بشه. و در موقع سکس هم خیلی مهمه که زن احساس بکنه که مردش و یا پارتنرش، حالا میخواد زن باشه یا مرد باشه، میدونه که این زن چی میخواد. یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد در همون دهه های 70 با سکشوال ریولوشن این بودش که در موقع در سکس یه چیز ساکتی بود، در تاریکی انجام میشد و گفتن نه، میشه هم چراغ روشن باشه، همه میتونین حرف بزنین و اینی هم که میتونین بگین کجاهای بدنتون بیشتر تحریک میشه، چه جوری سکس دوست دارین، چه وقتی دوست دارین. و از این لحاظ یه مقداری زنها الان بیشتر حق خودشون رو دارن میگیرن و مردها هم راحت‌تر شدن، میدونن که این این موجودی که باهاش این رابطه رو دارن، نزدیکترین کس در زندگیشون در این قسمت چی میخواد. و خب خیلی راحت‌تره که من بدونم مهمونی که میاد امشب خونه من غذا چی دوست داره که من براش درست کنم، تا اینکه مثلا فرض کنیم قرمه سبزی درست کنم ناراحتی قلبی داره نمیتونه بخوره. و اونجاست که من فکر میکنم سکشوال ریولوشن و قسمت جدید سکشوالیتی خیلی کمک کرد. من میفکرم آب اونجا، من آبم بیارم اینجا. بله، آب رو بیارم از دیگه. آره، صحبتی که میکنی خیلی مهمه و یکی از موارد مهمش هم اینه که به خاطر اینی که آنچنان گفته نشده بود و زنها احساس میکردن که قاعدتا نیاز اونها یا مطرح نیست یا نمیدونستن اصلا این حقا دارن که راجع به نیازشون صحبت بکنن، یه مقدار هم این مسئله رو راحت کرد برای اینکه آقایون هم احتیاجی نبود که مهارت پیدا بکنن و در نتیجه با مینیمم مهارت سکس رو انجام میدادن و کامل میکردن خودشون رو و میرفتن. و چون از اون طرف هم فیدبکی نبود که برگرده بگه من دوست دارم یا ندارم یا چه کاری رو دوست دارم یا ندارم، چون خودش هم نمیدونست، این عرصه رو راحت تر کرد برای آقایون. و وقتی که به نظر من خانوم ها بتونن که گفتاری داشته باشن راجع به این مسئله، کمک میکنه که آقایون هم شروع بکنن و یاد بگیرن یه مقدار زیادی مهارت هایی که هم برای خودشون واقعا کارهای بیشتر داشته باشه، هم برای همسرشون و زنی که باشون هست این مهارت استفاده بشه برای اینکه لذت بهتری ببرن از ارتباطی که در حقیقت با هم نگه دارن. پیام هایی که کلن از جایگاه های مختلف، مثلا ممکنه یکی از پیام ها پیام هایی هستش که از میدیا میاد، یکی از پیام ها بیوتیه، زیباییه. مثلا خیلی زمان ها همیشه از مرد ها می دیدیم که برای زن جوان بودنش، پوستش سفت باشه، بدنش سفت باشه، جوان باشه، زیبایی خودش رو نگه داره، به خودش رسیدگی بکنه، یکی از اون چیزایی بودش که مهم بود. حالا ممکنه که مثلا در زمان رنسانس بدن یکمی چاق‌تر بود، بیشتر تو بورس بود، حالا هرچقدر لاغرتر باشه بیشتر توی بورسه. اونا رو به نظر میاد که خیلی مود و میدیا اصلا مشخص میکنه برای اینی که کشش به کدوم طرف بیاد. بعد جالب شده که اون موقع ها آقایون الزاماً حتما نباید به قیافه خودشون میرسیدن، چون قدرتی که داشتن و اوضاع مالی که داشتن بقیه اون مسائل میتونست حل بکنه و اون هم داره تغییر میکنه توی این پیام. یعنی خیلی بیشتر از خانوم ها داریم میشنویم که
من دیگه وقتی که همسرم رو یا یارم رو دارم نگاه میکنم لذت نمیبرم از نگاه کردن بهش و اینو کمتر میشنیدیم قبلا، بیشتر میشنویم که نه مهمه برای اینه که اون هم بره لاغر شه، اون هم بره سیکس پک برای خودش بیاره، قهه کلش چیز بشه، یا بره مو بکاره، یا این کار رو انجام بده. بعضی موقع میدیدیم زمانی که توی رابطه نیستن و به قول شما دوباره دارن برمیگردن برای دیتینگ و اون شکار، اون شخص بیشتر به خودش نگاه میکنه که اوکی اگر مو نداشته باشم یا هیکلم اینجوری باشه باید اول خودم رو درست بکنم تا برم. ولی پیام که از میدیا اومده و بیشتر دارن اون پیامو زیادتر و زیادتر میفرستن تو خونه آدم ها با هنرپیشه های بسیار زیبا و قیافه هایی که به هر صورت لذت میبرن، از خیلی از زنهایی که در خانواده هستن بعد از اینکه حالا بچه هم دارن یا هر چیزی که دارن، تازه انگار بعد از این شرایط به خودشون دارن اجازه میدن که فلوریش بشن سکشوالی، بتونن راحت صحبتشون رو بکنن، درخواستاشون رو بکنن و حتی برگردن بگن که اگه من هیکلم رو باید خوب و زیبا نگه دارم و همیشه تو رو در شرایطی نگه دارم که به من لذت بدی، یعنی از من لذت ببری از نگاهی که من دارم، یا همیشه این علامت سوال بوده که اگر من خودم رو برای تو زیبا نگه ندارم پس تو حق داری با یک کسی دیگه بری، حالا تازه بلکسم شده که نه تو هم باید برای من خودت رو هنسم و خوشتیپ و زیبا نگه داری تا اینی که من هم وقتی به قیافه تو نگاه میکنم لذت ببرم و دلم بخواد بیام به طرفه. پیام هایی که شما میبینین که باز کاربرد مثبت داره یا منفی داره که از میدیا داره میاد، نه فقط از سنت قبل بلکه روزمره از میدیا میاد، چی هستش؟ ببینید اول که ما مثلا که تو لس آنجلس زندگی میکنیم این موضوع رو خیلی میبینیم، چون که هالیوود هست و همه باید لاغر باشن و مردها باید خوشتیپ باشن و یعنی خیلی مردها من دیدم که مثلا میرن چونه میذارن، چون که گفته بودن که چونه علامت یعنی موفقیته، همه چیز و اگه میشه درستش کرد بهتر آدم درستش بکنه. به من همیشه اعتقادم این بوده که خوشبختانه یه خیلی چیزها مثلا ورزش و خوب غذا خوردن و اینا همه خوبه و درسته، و ولی بعضی وقتا هم متاسفانه یه حالتی شده که بعضی فکر میکنن، یعنی یه دلگی توی بعضیا پیدا شده که من الان که میبینم که مثلا دختره خوشگلتر و جوانتر به من توجه میکنن خب برم ببینم چه خبره. ما الان یه مقداری سکستینگ میبینیم که تکستایی میفرستن که مسئله توش چیزهای سکسیه، یا اینکه یه چیزی هست به اسم سایبر لاف که نصف شبا پا میشن و پشت کامپیوتر رفتن که مثلا کار دارن میکنن ولی روابط دیگه هستش. ولی حقیقتا شما میبینید در زن و شوهرهای و جالبه که خیلی خانوما این کار رو دوست دارن چون که رابطه ایجاد میکنه بدون مسئولیت جنسی و اونو و همچین مثل این که جالبه و یه کمی سیکرته و یه کمی هم شیطونیه و البته تو فضای شکار رو هم نگه میده، فضای شکار هم نگه میده. یکی از مسائل بین کل فضای رومانتیک و ایراتیسیزم اون شکارشه که خب وقتی که به دست میاریم برای اون زمان به هر صورت کامل میشه و یک جور این حال و هوای شکار رو نگه میداره که انگار تمام بدن آماده است و الرت برای این وضع یه لذتی رو میده. و ببینیم شما وقتی که تو اون حالت حالا دیتینگ حالا توی تلفن حالا توی کامپیوتره باید جالب باشی، یعنی که حالا صورتتون معلوم میشه یا اینکه حرفای خوب بزنین، حرفای جالب بزنین، مثبت باشین، با نمک باشین و اینا چیزهایی است که بعضی وقتا در رابطه های طولانی مدت از بین میره بین زن و شوهر. و متاسفانه ما هم میبینیم خیلی ازدواجا بعد از یه مدتی سرد میشن و مردها همیشه کمپلین میکنن یا زنها کمپلین میکنن که شوهر من همیشه خسته است، یا اینکه توی انگلیسی بهش میگن سکویکی ویل، میگن که قدیما تو عرابه ها یه چرخایی بوده که قریچ و قریچ صدا میکرده یا یه چرخی که صدا میکنه بیشتر بهش روغن میزدن و میگن که درسته که ما
همش داریم قر میزنیم ولی هیچ کسی هم نمیاد روغن به رژم وجودمون بزنه و وزمون نگهداری بکنه. و خیلی وقتا بعد از ما میگیم بعد از بعضی وقتا بعد از 7 سال بعد از اینکه بچه‌ها دنیا اومدن تو ازدواج یه سردی میفته و باعث میشه که مخصوصا خانوما میگن نمیدونم این چاق شده بو میده دهنشو نمیشوره خوشم نمیاد با محبت نیست به من توجهی نمیکنه مثلا رفتیم توی مهمونی مست کرده به زنهای دیگه توجه کرده حالا اومده میخواد شب با من همخوابگی بکنه و من حالم به هم میخوره و حقیقتا میبینید که توی خیلی خیلی از ازدواج ها بعد از مدتی یه دلخوری هایی به وجود میاد که تأثیر خیلی منفی روی روابط جنسی زن و شوهرها داره و خیلی و مهمه یعنی تو کار ما مهمه که اول این رابطه ها رو یه کمی دلخوری هاشون رو به هم بگیم و بعد هم مهمه که هم زن و هم مرد بدونن که همونطور که غذا برای بدنشون مهمه سکس هم براشون مهمه. من همیشه به خانوما میگم سکس رو به خاطر شوهرتون نداشته باشین به خاطر خودتون داشته باشین. پوستتون بهتر میمونه، هورموناتون بهتر ترشح میکنه، دیپرس کمتر هستین و وقتی که شما سکس ندارین تو همه این سیستم ها اثر میذاره و به قول معروف قدیما هم گفتن رحمت خوش میشه و نه رحم خوش نمیشه ولی خب بالاخره تأثیری میذاره که اون هورمونایی که لازمه برای جوان ماندن و مخصوصا هورمونای زنها و توی مردها تستاسترون مقدارش کم بشه و باعث کارهای دیگه بشه. توی 5 دقیقه که داریم میخواستم این سوال ازتون بکنم. یک شخصی برای ما ایمیل فرستاده و ممنون میشم ازتون از تمام شنوندگان و بینندگان اگر که ایمیلی میفرستین و یا فیسبوک مسیجی میفرستین طریق این رو داشته باشین که بتونیم برای همه دوستان کمکی بکنن و اینجا بتونیم که از متخصصین سوالی راجبش بکنیم. فرموده بودن که یک مدلی که راجب سکشوالیتی دارن یک آقایی هستن و نوشته بودن که کلن بی اختیار هر وقت که خانم ها رو میبینن از نظر تخیلی در ذهنیت خودشون شروع میکنن با اونها ارتباط جنسی در تخیل خودشون دارن و کم پیش میاد که این اتفاق نیفته و چه کسی رو در حضورش باشن این تخیلات برشون دارم پیدا میکنه و هست چه کسانی که حالا در رادیو تلویزیون هستن یا در مجلات هستن علناً این کار رو انجام میدن. حالا توی ایمیلشون هم نوشته بودن که آیا در رابطه هستن و ارتباطات جنسی سالم هم دارن یا اینی که فقط به همین مسئله داره اهتمام پیدا میکنه و دیگه رابطه جنسی دیگه ای نیست. و خب تخیل یکی از اون چیزهایی که انسان ها ما داریم که بقیه حیوانات الزاما ندارن و در نتیجه کل ایروتیسم و پورنوگرافی و و و یه مقدار از خود مسئله تخیل رو وجود داره. بلی اینه که خب تا کجاش میتونه سالم باشه تا کجاش یه مقدار ورای سلامت روح و روان دیگه میره و به حالت ادیکشن میتونه برگرده و چجوری کم میکنه میفهمن که 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم تا اینو باز کنیم. ببینید مردها همیشه میگفتن با چشمشون زنها رو لخ میکنن ولی موضوعی که این آقا دارن و باید یه مقداری بهش نگاه بکنن این تبدیل شده به یه وسواس فکری و من فکر کنم ناراحتشون هم داره میکنه که من چرا این کارو میکنم. درست مثل این میمونه که یکی بره تو رستوران و همش دنبال این باشه که مثلا فرض کن آیا قاشق چنگالا کثیفن یا نیستن و مثلا غذا به دلش نچسبه. من نمیدونم یعنی من مطمئنم وقتی که ایشون این حالتو دارن مثلا دارن به گوینده نگاه میکنن که خیلی خوشگله بعد انقدر فکر میکنن که تو رخت خواب این چه جوری اینا اصلا حرفشو نمیفهمن. حالا ممکنه اخبار خیلی مهم شبو داره میگه و باید یه مقداری روی این فکر بکنن چون که از استراب میاد و از وسواس میاد و اگر اونجوری بهش نگاه بکنن شاید بتونن کنترل بیشتری بکنن. یعنی اگه فکر کنن که من منحرفم، من آدم بدی هستم یا من یه مرضی دارم که نمیتونم به کسی بگم،
این باعث میشه که باز این عمیق‌تر بشه. ولی همونطور که یک کسی دستشو زیاد میشوره یا یک کسی به کثیفی زیاد فکر میکنه یا به یه چیزایی همیشه دور ورشه، ایشون هم یه وسواس فکری پیدا کرده که باید یه کمی شاید یا ریشهشو پیدا کرد. و یا اینکه بدونیم که تو مردها بعضی وقتا این خیلی نرماله، تو زنا هم هستش، زنا هم هستش که ما فکر میکنیم که خب این چقدر مرد خوشگلی و چه، ولی مهمه اینه که زیاد دنبالش یعنی درست معالجش بکنن که این وسواس فکریه و یه نوع وسواسه و من هرچی بتونم بگم اوکی حالا استاپ فکرم رو استاپ بکنم، حالا این چی گفت، این کم 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 از بین میره. و بعد اینه که آیا در کودکی چه اتفاقایی هم افتاده، کسانی بودن که این فضا رو داشتن برای اینکه مثلا بدون اینکه حواسشون باشه پدر مادرشون توی خوری اتاق میخوابیدن، درسته و سرشون میکردن زیر لحاف ولی صدا رو میشنیدن و چون صدا رو میشنیدن کماکان در تخیلشون تمام کودکیشون این جزوی از زندگیشون بوده و شده جزوی از اعتیادشون به خاطر اینی که مکررن در زندگی بوده و اگر امروز نیست اون رو دوباره مغز میره و ریکرییت میکنه و به وجود میاره. و ریشه یابی از این مسئله هم خیلی مهمه، مخصوصا همونطور که فهمیدین اگر که اون احتیاجه. و یه چیزی که تو نامشون نوشته بودن اینه که من اصلا فکر میکنم یعنی احساس گناهی هم که داشتن رو داشتن پرت میکردن و پروجکت میکردن روی اون شخص که اگر کسی نشسته دستش بازه یا پاشو میتونین ببینین یا مثلا سینه‌شو میتونین ببینین پس خودت میخوای که من نگاهت بکنم، پس من به خودم حق میدم که این کارو انجام بدم، که دوباره اون یه نوع پروجکشنیه که از احساس گناه میاد. و اگر این فضا احساس گناه و شرم داره میاره، یه سری مسائل زیربنایی هست که باید حل کرد. خیلی ممنونم از اینکه ممنون از دعوتتون. باز هم از این کارهای خوب بکنید. در هفته های آینده باز هم درخواست میکنم اگه لطف کنید تشریف بیارید. مرسی از اینکه با ما بودین. این برنامه هر 6 ساعت به 6 ساعت از afn.com دوباره پخش میشه و در نتیجه به دوستانتون هم بگین که این برنامه رو حتما گوش بدن. تا دوشنبه آینده روز و شبتون خوش. ندای درون برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون. برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. شرکت نیکو ارائه می دهد آب آلبالوی نیکو و آب انار نیکو. آب آلبالوی نیکو طبیعی با طعمی تازه و گوارا، آب انار نیکو بدون اضافه کردن شکر و رنگ مصنوعی. آب آلبالو و آب انار نیکو دارای انتی اکسیدنت فراوان. نوشیدن آب انار نیکو در پایین آوردن کلسترول و فشار خون در جهت سلامتی به شما کمک خواهد کرد. و با نوشیدن آب آلبالوی نیکو شما شادابی و جوانی را در خود حس خواهید کرد. نیکو نامی آشنا، اکنون معرف دو نوشیدنی مفید و خوشتم. تلفن اطلاعات و مرکز پخش 1-800-677-1779 و در روی اینترنت www.nikoproducts.com. بر هرچه نام نیکو